سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه در نخستین گزارش خود درباره 10 میلیون پناهجو و مهاجر در جهان اعلام کرد دسترسی آنها به بهداشت و درمان از جوامع میزبان به مراتب کمتر است. بهنام ناطقی گزارش می‌دهد. گزارش سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار 10 میلیون انسان آسیب پذیر، کارگران بی تخصص، مهاجر فصلی و پناهجویان را در بر می‌گیرد که در شرایط زیر استاندارد کار و زندگی می‌کنند و در مقایسه با جوامع میزبان از نظر سلامت و بهداشت نتایج ضعیف‌تری کسب می‌کنند. به برآورد سازمان بهداشت جهانی، از هر 8 انسان در جهان یکی مهاجر یا پناهجوست و با گسترش درگیری‌های مسلحانه، تغییرات اقلیمی و نابرابری روزافزون شمار آنها رو به افزایش است. مدیر عامل سازمان بهداشت جهانی در مصاحبه مطبوعاتی چهارشنبه 19 ژوئیه در ژنو نخستین گزارش سازمان درباره جوامع مهاجر و پناهجو را یک زنگ خطر توصیف کرد. مثل هر انسان دیگر، پناهجویان و مهاجران هم حق دارند از بالاترین سطح ممکن بهداشت بهره‌مند باشند، اما در کشورهایی محل عبور یا اسکان مهاجران و پناهجویان اغلب به نیازهای بهداشتی آنها بی‌اعتنایی می‌شود. گزارش سازمان بهداشت جهانی که با بررسی گزارش‌های محلی تهیه شده نشان می‌دهد که جامعه مهاجران و پناهجویان ذاتاً سلامت کمتری از جامعه میزبان ندارند، اما در اثر عواملی مثل تحصیلات، مسکن، دسترسی به خدمات و موانعی مثل زبان، فرهنگ و مقررات و بدبستان این عوامل و موانع در طول زندگی، عاقبت بهداشتی ضعیف‌تری پیدا می‌کنند. گزارش درباره بهداشت مهاجران و پناهجویان زیر نظر دکتر سانتینو سیورینی، رئیس برنامه مهاجرت سازمان بهداشت جهانی تهیه شده که در ژنو به خبرنگاران میگوید تحلیل 13 بررسی در اروپا نشان داد که زاییدن زنان باردار به دلیل مهاجرت 2 برابر با خطر مرگ یا بیماری روبروست، بیشتر به دلیل فقر، فقدان کمک‌های بهداشتی پیش از زایمان و همچنین به دلیل زایمان بدون همراه متخصص. از جمله کارشناسان جلسه، دکتر وحید آریان، فعال حامی مهاجران و پناهجویان و پزشک اضطراری سازمان ملی بهداشت انگلستان که گفت شرایط زندگی در اردوگاه‌های پناهجویان در سراسر دنیا بی‌شباهت به تجربه دست اول خود او و خانواده‌اش در افغانستان نیست که بعد از بهبود یافتن از بیماری مالاریا نزدیک بود از مرض سل بمیرد.